سلام. یه مبحث خیلی مهمی که توی پایه مهم در ابتدای سال تحصیلی برای درس فیزیک داده باهاش آشنا میشیم، مبحث سرعت و تندی متوسطه. اول از همه باید بدونید که وقتی متحرکی داره از نقطه آ به نقطه B میره، ممکنه هر مسیر رو طی کنه. ممکنه این مسیر رو طی کنه و یا این مسیر یا هر مسیر دیگه رو. خب طول این مسیر رو اگر اندازه بگیرم، در واقع مسافت طی شده رو به من میده. اگر میام طول این مسیر سبز رنگ رو اندازه بگیرم، خب مسافت رو به من میده. طول مسیر نارنجی رنگ متفاوت، عددی متفاوت و مسافت جدید رو به من میده. پس من اگر طول مسیر رو اندازه بگیرم میشه مسافت. اما یه برداری داریم توی این قسمت به نام بردار جابجایی. بردار جابجایی چیه؟ برداری که ابتدای حرکت رو به انتها وصل میکنه. ابتدا مگه آ نیست؟ انتها مگه بی نیست؟ ابتدا رو به انتها وصل میکنه. میشه بردار جابجایی که معمولا با دلتا آر نشونش میدم. تغییرات بردار مکان، آر بردار مکانه و دلتا آر تغییرات بردار مکان. از آ تا بی میرم، این میشه بردار جابجایی به شکل یه بردار. آیا مسیر تأثیری گذاشته روی بردار جابجایی؟ نه، برای هر دو تا مسیر ابتدای اینه انتها اینه، بردار رو بس کن، دلتا آر مشخص هست. پس این هم دلتا آر برداره جابجایی. اولین نکته توی این قسمت باید بدونید اینه که برای مسافت مسیر مهم شکلش، اما برای جابجایی شکل مسیر اصلا اهمیتی نداره. خب حالا متحرک میاد از نقطه آ تا نقطه بی میره، زمان میبره دیگه، مثلا زمان تی ثانیه یا دلتا تی ثانیه. دلتا تی تغییرات زمان. دلتا تو فیزیک بچه ها مثلث علامتش حرف یونانیه و نماد چیه؟ تغییرات. دلتا X تغییرات مکان X، دلتا Y تغییرات مکان Y، دلتا R تغییرات بردار R، دلتا T تغییرات زمان time. خب پس زمان میبره که متحرک از A به B برسه، درسته؟ دلتا T. حالا میخوایم سرعت و تندی حساب کنیم. اگر من تندی محاسبه کنم که با حرف S نشونش میدم، میام مسافت رو تقسیم بر زمان میکنم. مسافت رو میتونیم با دی نشون بدیم، تقسیم بر تی، تقسیم بر زمان حرکت، مدت زمانی که توی راه. این میشه تندی متوسط. پس تندی متوسط هم باز به مسیر بستگی داره. تندی متوسط به طول مسیر بستگی داره، به مسافت بستگی داره. بچه ها جهت نداره، دقت کنیم. مسافت یک کمیت نرده‌ایه، جهت نداره. پس تندی هم جهت نداره و نرده‌ایه. اما یک کمیت مهم دیگه داریم به نام سرعت متوسط. حالا سرعت متوسط رو حدس میزنید دیگه، از چی به دست میام؟ از جا به جایی. این دفعه چون جا به جایی جهت داره، سرعت متوسط هم جهت داره. پس اینجا من می‌نویسم سرعت متوسط مساوی جا به جایی تقسیم بر زمان. جا به جایی دلتا آر، زمان دلتا سرعت از کلمه ویلوسیدی گرفته میشه وی. وی متوسط یعنی توی یه بازی زمانی به طور متوسط این متحرک هر ثانیه چقدر میره جلو. وی متوسط مساوی دلتا آر بده. دقت کنید دلتا آر برداره، وی هم برداره، جا به جایی برداره، سرعت هم برداره. یه نکته دیگه بگم، یه کاهاشو میدونی چیه؟ مگه جا به جایی بر حسب متر نیست؟ مگه زمان بر حسب ثانیه نیست؟ پس یه کاش میشه متر بر ثانیه. تندی مگه مسافت بر حسب متر نیست؟ مگه زمان ثانیه نیست؟ پس یک های تندی و یک های سرعت مثل همه متر بر ثانیه. بیا دوباره با هم